pathophysiological aspect of hepatic detoxifying system. صفحه 234 کتابه. ما یاد گرفتیم که کبد خیلی نقش داره، مثلا در اینترمیتری متابولیسم، در ویتامین متابولیسم، استوریج، دتوکسیفیکیشن بای لیور، بایل پروداکشن و سالت واتر بالانس، ایمیونو فانکشن، هماتولوژیکال فانکشن و اندوکرین فانکشن. حالا اینترمیتری متابولیسم، این لیور دیزیز، مثلا برای کربوهیدرات ها رو چیز میکنه، مرتب میکنه، پروتئین، آمینو اسید متابولیسم و لیپید. بعد متابولیسم and استوریج ویتامین ها، مثلا گفت ویتامین آ و دی، فولیک اسید، ویتامین B12 رو نقش داره توشون، ولی تاپیک دقیقا داره از دتوکسیفیکیشن این لیور شروع میشه، چون دقیقا تو تاپیک گفته چی؟ گفته pathophysiological aspect of hepatic detoxifying system. ما من فقط دتوکسیفاینگ رو میخواییم بخونیم. اول از همه میبینه بیشتر فت سولوبل سابستنس ها و پروداکت های ویست شده هست میشن توسط لیور. دی اینتر هپاتیک سل وارد سلای کبدی میشن توسط پسیف ترانسپورت. این دی سل دی فست بایند تو وای اند زد پروتئین، اول با پروتئین وای و زد باند میشن و بعد متابولایز میشن توسط سایتوکروم P450 و کانجوگیت میشن با تاورین یا گلایسین، و در نتیجه وقتی این فت سولوبل سابستنس ها کانجوگیت شدن واتر سولوبل میشن، میتونن دفع بشن. آلدو ده متابولیت می ایونچوالی بی ایون مور توکسیک، حتی اونایی که خیلی سمی هستن و شاید متابولیتش سمی تر از خود ماده اصلی باشه و این خطرناکه. The conjugated form can be quickly emptied into intestine and by active biliary secretion. In case of water soluble substance, حالا اگه ماده water soluble، the hepatic detoxification doesn't necessary conjugate. Conjugateش نمیکنه چون خودش water soluble هست. Their metabolite can excrete partly by the bile. اونایی که water soluble هستن یک کمی توسط bile or to a smaller extent، و یه مقدار کمتری، they re-enter the circulation to be excreted renally. و اونها دو برتبه وارد سرکولیشن میشن تا چی بشن؟ رنالی اکسکریت بشن، دفع بشن. Disorder of hepatic detoxification may originate from disturbance of hepatic circulation. میگو بیماری های hepatic detoxification منشأ میگیره از disturbance hepatic circulation. بله، یعنی خونه ریوی بده، مخت detoxification هم بده. و abnormality های of blood to hepatocyte transport اتفاق میفته. From disorder of intracellular metabolization or from too slow excretion. In case of slow detoxification, the toxin and its metabolite are present in the hepatocyte. اگه کند انجام بشه، سم و متابولیتش هر دو تو هپاتوسایت هستن for a longer time و این باعث cellular injury, necrosis و finally cirrhosis میشه. The most important group of substances هایی که to be detoxified کیان؟ آمونیا، الکهول، دراگ، زنوبیوتیک سابستنس ها which are in competition and mutually impede each other metabolism. بیلیروبین and the bile acid. بایل اسید هم گفتیم، کولیک اسید و یه چیز دیگه کولیک اسید. Detoxification. حالا آمونیا چجوریه؟ بگیم from highly toxic ammonia با CO2 the intact liver produce urea. از highly toxic آمونیا لیور چی تولید میکنه؟ یوره آ با CO2 که یوره آ چه شکلیه؟ سیدوگانه و NH2 درسته؟ این ده یوره آ سایکل. یوره آ is a water soluble weak toxin، توکسیتیش کمه، water soluble and from the circulation it is excreted by filtration in the kidney. و کیدنی دفعیشه. In liver failure, such detoxification of ammonia that appears in the circulation from various sources. Deamination of protein. به خاطر deamination پروتئین آمونیا تولید میشه. Metabolism of renal glutamine. گلوتامین تو کلیه آمین تولید میکنه. Bacterial protein breakdown. پروتئین های باکتری بشکنن در گات. و become defective. The accumulation toxic ammonia has practically strong effect in the central nervous system. اگه آمونیا زیاد بشه اثر سمی روی CNS داره and contribute to the development of hepatic encephalopathy. و باعث hepatic encephalopathy میشه اگه آمونیا زیاد بشه.
In portal congestion, ammonia originating from the gut escapes the liver through shunt vessel and this is responsible for portal encephalopathy. میگه در portal congestion آمونیا منشأ میگیره از گات که فرار کرده اسکیپ دی لیور ترو دی شانت وسل که از لیور در واقع فرار کرده and this is responsible for portal encephalopathy. وقت وارد مغز میشه رو CNS اثر میذاره portal encephalopathy میاد. بعد گفته این هپاتیک انسفالوپاتی بود این پورتال انسفالوپاتی. واسه فرق این دوتا چیه؟ میگه هپاتیک انسفالوپاتی آمونیا رو سی ان اس اثر میذاره ولی اگه پورتال کبدی کانجست بشه آمونیای منشأ گرفته از گات اسکیپ میکنه لیورو ترو شانت وسل اند دیس از ریسپانسیبل فور پورتال انسفالوپاتی. اگه پورتال کانجستشن باشه میشه پورتال انسفالوپاتی. دتوکسیفیکیشن اف الکل. Alcohol is detoxified by its hepatic metabolic transformation. Any alcohol not transformed in the liver remain in the circulation and is excreted through the kidney. هر الکلی که تو لیور نره از توسط کیدنی باید دفع بشه. Maximal hepatic metabolism of alcohol at plasma level exceed 50 میلی گرم در دسیلیتر. ماکسیموم هپاتیک الکل که تو متابولیسم کنه 50 میلی گرم در دسیلیتره. is about 10 gram per hour یعنی 10 گرم در هر ساعت which supply about 7 calorie per gram که 7 calorie per gram انرژی احتیاج داره مصرف میکنه and any excess is excreted by the urine و هرچی بیشتر باشه از ادرار دفع میشه. accordingly although alcohol is not good to cover energy need الکل اصلا خوب نیست که کاور بکنه احتیاجات انرژی بدنو it may serve substantial amount of excess calorie in addition to ingested nutrient calorie و حتی امکان داره که میزان زیادی کالری ها در مقایسه با اضافه ingested nutrient calorie مصرف بکنه. The ethanol میشه استالدهاد. استالدهاد میشه استیک اسید یا استات ترانسفورمیشن and in competition with this متانول میشه فرمال ها فرمال ها میشه فرمات is catalyzed by the alcohol dehydrogenase enzyme. The microsomal ethanol oxidizing system MEOS microsomal ethanol oxidizing system and the peroxisomal catalase enzyme و همچنین این میکروزومال و پروکسیزومال کاتالاز انزیم. استالدهاید is very toxic. فرمات is even more و فرمات از استالدهاید بدتر. A fraction of them can get into the circulation where it binds to albumin. میره با albumin باند میشه. And remaining fraction of them can get into the circulation where it binds to albumin and remains in the circulation for a longer time causing damage of various organ. In the course of alcohol metabolism, short lifetime free radicals are also produced. در زمینه الکل متابولیسم یا عالم رادیکال های با نیمه عمر کوتاه هم تولید میشن. Which have a strong damaging effect. The ethanol-methanol competition explains that ethanol administration may help in methanol intoxication. یعنی less format is produced and in the meantime methanol is excreted by the urine. Decreasing the toxic methanol effect. که مدل کامپیتیشنشون هم inhibitory competition. The speed of this hepatic process is determined mainly by the amount of NADH taken up by hydrogen from the alcohol dehydrogenase and by the speed of reoxidation the produced NADH. The reoxidation process NADH to NADH cause reduction and therefore more pyruvate is transformed to lactate and the capacity of gluconeogenesis decreases. وقتی همه پیروات بشن لاکتات پیروات دیگه نباشه مثلا گلوکونوژنز از پیروات شروع میشه در اینجا گلوکونوژنزیز دیکریز. سیمولیتنوسلی ده فت سینتزیز اینکریز فت سینتزیز زیاد میشه and oxidation of fatty acid دیکریز یعنی بتا اکسیدشن هم زیاد میشه هم بتا اکسیدشن زیاد میشه هم فتی اسید دیکریز هم اکسیدشن کم میشه چربی زیاد میشه یعنی کسی که الکل میخوره چاق میشه. During this process, lactic acidosis and hypoglycemia plus hyperlipemia often with ketosis develop. If the amount of pyruvate is small, اگه میزان پایروات کم باشه, is already before need of such detoxification, the NADH increase is more pronounced and the alcohol metabolism is lower. More remain in the aldehyde form. And its toxicity is a higher. This is seen, for example, in fasting state, and this explains that the carbohydrate-rich diet, in contrast to fat-rich diet,
may suppress the toxicity of alcohol. اینکه کربوهیدرات ریشه، چون گفت طرف هایپوگلایسمی میگیره دیگه، درسته؟ حالا میگه که اگه کربوهیدرات ریش دایت بخوره در مقایسه با فت ریش دایت بهتره، چون طرف هایپوگلایسمی گرفته پس باید چیزی شیرین بخوره، و طرف هایپرلیپیمیا گرفته پس باید چیزی بخوره که کم چرب باشه تا بهتر بشه و ساپرس بکنه توکسیسیتی الکل. این ایندیان این پیپل اف دی فار ایست اند این وومن اف انی ریس، یعنی هر نژادی، دی ترانسفورمیشن اف دی آلدهاید فرم از اسلوور which may explain their greater sensitivity to alcohol intoxication. In chronic alcohol affects the activity of MEOS, یعنی microsomal ethanol oxidizing system, and the production of cytochrome P450 increase. میزان تولید سایتوکروم زیاد میشه، which decrease the severity of toxic effect، که کم میکنه اثرات سمیا. While under the influence of acute alcohol action and the oxidative detoxification is inhibited and the toxic effect is prolonged. In acute alcohol action, this means enhancement of the effects of other toxins and substances, drug xenobiotic. Or in other way around, in the presence of other toxins, the toxic effect of alcohol is stronger. In contrast, in chronic action of alcohol, the drug elimination may be faster or other drug interaction can be expected. پس یه بار دیگه بگو. گه این contrast، در مقایسه با این chronic action of alcohol، یعنی چی؟ کسایی که الکل خیلی کرونیک مصرف میکنن، the drug elimination may be faster، drug elimination شدیدتره. چرا؟ چون سایتوکروم P450 آردی خیلی فعال شده که اونو از بین بره، دارو هم از بین میبره، و امکان داره دراگ اینتراکشن باشه، یعنی کسی دارو میخوره نباید الکل هم بخوره. خب الکل تموم شد، حالا detoxification of bilirubin and bile acid. The normal serum bilirubin 5 تا 17 میکرومول پر لیتر is mainly in unconjugated albumin bond in direct form، با آلبومین به صورت غیر مستقیم باند میشه. The size of this molecular complex does not allow its filtration in the glomeruli. یعنی چی؟ میگه میزان کمپلکس این مولکول بیلیروبین اجازه نمیده که فیلتر بشه در گلومرولی. گلومرولی کجا بود؟ تو کلیه. چون گنده است تو گلومرول کلیه نمیره. Other substance مثل سالیسیلات و سولفونامید compete for albumin. سالیسیلات و سولفونامید میخوان به آلبومین باند بشن، درسته؟ بیلیروبین هم میخوان به آلبومین باند بشه به صورت indirectly، درسته؟ پس با هم دیگه رقابت میکنن. کیا؟ سالیسیلات سولفونامید compete میکنه با بیلیروبین. They may prevent albumin binding of bilirubin، و امکان داره اونها ممانعت بکنن از باند شدن آلبومین با بیلیروبین. And free unconjugated bilirubin is highly toxic، اون وقت اگه بیلیروبین تنها بمونه unconjugated بمونه خیلی سمیه. Much less than 10% of bilirubin is conjugated، و کمتر از 10% بیلیروبین ها باید کانجوگه بشه به صورت مستقیم ویت پولار گروپ، for example گلوکورونیک اسید گلوکورونیدیشن بشه. This fraction consists of water soluble small molecule, although these small molecule can be filtered in the glomeruli. و این مولکول های کوچیکه میتونن که water soluble هن، گلوکورونیک اسید water soluble هن دیگه، میتونه فیلتر بشه با چی؟ گلومرولی. They are rather secreted from these small cell molecule، نه from the liver cell. They are rather secreted، secret میشن از liver cell where they are producted and excreted by the bile to the gut and they either step into the enterohepatic circulation or have the body with the fecus. In case of prolonged in case of prolonged elevation of direct bilirubin level، در صورت چی؟ افزایش طولانی مدت سطح مستقیم بیلیروبین، a part of binds covalent to the albumin and either remain in the circulation for long or become deposited in the interstitium، the bilirubin may cause tissue injury. یه بیلیروبین اگه تنها بشه باند نشه مشکل دار میشه. اگه باند نشه مشکل داره که میزانه خیلی کمی دایرکتلی باند میشه. خب بعد این دایرکتلی باند بشه حتما. اینجور دارم میگم.
داره میگه اگه بیکام دپوزیتر این اینستیشن بشه و بره تو سرکولیشن یا اینکه فری بمونه، اوکی، ا پارت اف ایتس کووالنتلی باند بشه و اند ایدر ریمین و یه مقدارش هم تو خون بمونه، وقت بیلی روبین می کاز تیشو اینجری. The process of detoxification involve uptake of bilirubin by hepatocyte. وقت هپاتوسایت بعد بیلیروبین رو آپتیک کنه. Its conjugation within the cell و در داخل سل بعد کانجوگیتش کنه. Mainly by glucuronic acid یعنی glucuronidation. And its secretion from the hepatocyte to the bile and intestine و ترشحش بکنه به سلول کبدی، از سلول کبدی به بایل و اینتستین. Some of its reabsorb from the gut. حالا یه میزان از این بیلیروبین های باز جذب شده از روده in the form of UBG هستن. The enterohepatic circulation and the presence of some serum bilirubin might be necessary. یه مقدارش نسسریه because of its antioxidant and free radical scavenger property. چرا؟ چون free radical ها میتونن رکب به بدن حمله کنن، به بیلیروبین حمله کنن، پس یه مقدار بیلیروبین ضرری نداره. اما بایل اسید مثل کولیک اسید و دریویتیف هاش are producted in the liver from cholesterol، در لیور تولید میشن از کولیسترول. And they are secreted in a conjugated form، ترشح میشن به حالت conjugated با گلایسین یا با تاورین. To participate in the enterohepatic circulation similarly as bilirubin 97% کولیک اسید دریویتیف ها are reabsorbed in the kilomicron fraction. 97% کلیکاستا به شکل کیلومیکرون بازجذب میشن. این ابستراکشن اف دی بیلیاری داکت، اگه مجرای بیلیاری داکت بسته بشه، نات اونلی بیلیروبین بات آلسو بایل اسید آر ریتیند دیر لول اینکریز. لول بایل اسید ها نه تنها بیلیروبین ها اینا، بلکه بایل اسید هم زیاد میشه. اور سیمیلاری تو دایرکت بیلیروبین دی اکومولیت این دی تیشو ور دی اکسایتد نان اسپسیفیک نرو اندینگ دیس اکسپلینز ایچینگ. و این باعث چی میشه؟ تو باف که تجمع بکنه اکسایت میکنه نان اسپسیفیک نرو اندینگ ها رو و این باعث ایچینگ یا خارش میشه. استپ اف بیلیروبین متابولیسم، حالا مراحل متابولیسم چی؟ بیلیروبین. هموگلوبین از اولد رد بلاد سل، رد بلاد سل های پیر، اند اریتروئید فرم ده گلوبین اند آیرون دسوشیت. اریتروئید فرم ها که گلوبین و آیرون دسوشیت دارن تولید میشه هموگلوبین. هم اوریجینش هموگلوبین، مایوگلوبین، هم کانتینینگ انزایم ها سایتوکرومه و فردر ترانسفورم میشه بای های نیتریک اکساید افینیتی هم اکسیداز دیس رایز این استرس که تو استرس زیاد میشه. بیلیوردین، بیلیوردین پرودیوس ویت سام کربون مونوکساید این ده آر ای اس رتیکولوم اندوپلاسمیک سارکوپلاسم اندوپلاسمیک رتیکولوم نه دیگه نه این آر ای اس یه چیز دیگه است. بیلی روبین پرودیوس بای بیلی وردین ریدوکتاز، بیلی روبین واسه چی تولید میشه؟ بیلی وردین ریدوکتاز و ترانسپورت تو هپاتوسایت. بیلی روبین گلوکورونیده پرودیوس این هپاتوسایت بای گلوکورونین ترانسفراز ان ایت سیکرتد بای د بال وید مینیمال ریگرگیتیشن این د ساینوزوئی. یورو بیلینوژن گروپ ها یو بی جی میشه چی؟ یورو بیلینوژن گروپ پرودیوس این ده اینتستین، در اینتستین تولید میشه. ده مجوریتی ری اینترز ده لیور بای ده انتروهپاتیک سرکولیشن ویا ده پورتال وین. ایتس ری اسکیپ ده لیور گتس این تو سرکولیشن ان ایتس فیلترد این ده گلومرولی تو بی اکسکریتد وید ده یورین. اگه یورو بیلینوژن ده تو روده تولید میشه بعد ری اینتر میشه به کبد توسط انتروهپاتیک سرکولیشن پورتال وین. حالا اگر بره اونجا ولی بعد اسکیپ کنه، فرار کنه اونجا، میره تو کبه، تو کلیه و از گلومرولا دفع میشه با ادرار. یوروبیلینوژن گروپ دریویتیف ها اند استرکوبولین that remains in the gut are emptied by feces. حالا یوروبیلینوژن هایی که نرفتن تو کلیه و نرفتن تو یورین دفع بشن و استرکوبولین میرن توی فکس، میرن توی مدفوع، رنگ قهوه مدفوع میسازن. دیزورده از آنگه قهوه مدفوع بخاطر بیلیروبین نی بخاطر یورو بیلیوردین ها. بله یورو حالا من نمیدم یه تیکه دیزورده را بیلیروبین متابولیز فرام هایپر بیلینورمیا تو کدوم تاپیک. همشه همشه
یعنی همش در حالت بایله، مشکلات بایل. این مشکلات بایل اینجاست به نظرت مال همین تاپیک بایل؟ اوه که میتونه باشه این ما